درود وقت شما بخیر. سفر هر دو مقام سازمان ملل متحد به افغانستان بدون نتیجه ملموسی در مورد آزادی ها و رفع محدودیت های زنان پایان یافت. خانم شکریه بارکزای سفیر دولت پیشین افغانستان در کشور نروژ را همراه خود داریم. خانم بارکزای، به نظرتان دو مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کردند و هدفشان هم رفع محدودیت بر کار و تحصیل زنان بود، به نظرتان چرا هیچ نتیجه ملموسی به دست نیاوردن؟ هیچ حرفی نداشتن که در کنفرانس پایان سفرشان به عنوان دستاورد از یاد بکنن؟ سلام و نیکوی خدمت شما و همه بیننده و شنونده عزیز. با باور من ای اولین و آخرین هیئت نیست که همچنان با دست خالی برمیگردن. فراموش نکنین گروهی را که افغانستان و جامعه جهانی امرش مواجه هست، اونا هیچ نوع تعهدی را در قبال مردم و جامعه جهانی ندارن. هدف از اونا به هیچ عنوان ترقی و تالی افغانستان نیست. اما چند موردی که حداقل بر ما بسیار جالب است، با توجه به عملکرد طالبان در جریان 1.7 ماه گذشته، ما چطور میتونیم سر از اونا ببخشیم 18 ماه گذشته، ما چطور میتونیم به اونا حساب کنیم که حداقل اینا میتونن حداقل موارد و مسئولیت هایی را که متوجه یک دولت خود ساخته هم باشه اینا متقبل شون. اما میبینیم وقتی که اینا قرارداد و موافقتنامه دوحه را به پایش امضا کردن، من حیث یک سند که امروز مشروعیت و قدرت سیاسی و هویت غیر تروریستی خود حداقل در نزد بعضی ها به دست آوردن از امو سند، اینا حتی با اون سند هم متحد نیستن. اما من میفهم که چرا سازمان های بین المللی انوز هم میخواین نوع تعامل خود با طالبان همچنان ادامه بتن. من فکر میکنم وقت از این رسید که سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی باید با یک رویکرد جدیتر وارد قضایای افغانستان شوند. ارسال هیئت تقاضای دوامدار از طالبا در مورد تغییر سیاستشان یک کار بیهوده بوده که از روزی که اینا به قدرت آمدن تا الحال اصلا نتیجه مثبت ملموس نداشتن، برعکس محدودیت ها بیشتر شده. خب فکر میکنین اقدام جدی چی بوده میتونه؟ منظورتون از اقدام جدی دقیقا چی هست؟ اقدام جدی ما میفهمیم که سازمان ملل متحد صلاحیت داره در برابر افغانستان، همچنانی که مسئولیت داره در پیشگاه جامعه جهانی و مردم افغانستان. افغانستان در وضعیت قرار داره که کاملا زمینه مداخله سیاسی را بر سازمان ملل متحد در مطابقت به قطعنامه سازمان ملل متحد و مندیتی که خود سازمان و یا هم نفس حضوری از این سازمان عملی می سازن. فراموش نکنیم اگر در اواخر سال 2001 سازمان ملل متحد تانست بر افغانستان یک اداره موقتی را در بن تشکیل بده، چرا اینا در سال 2023 کار کرده نمیتونند؟ افغانستان در حاله با یک نظام مواجه هست که از لحاظ رسمیت داخلی و مشروعیت اصلا بحث مشروعیت و رسمیت مطرح نیست، هویت بین المللی نداره و شالوده از افکار و نظریاتی هست که به طور سیستماتیک به عنوان نقض و ناقضین حقوق بشر و جنایت علیه بشر اعمال از اینا هست. ما فکر میکنم تحمل رو که باید سازمان ملل متحد در برابر نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان داده بتانه، باید ایکاسه صبر لبریز شده باشه. به نظر شما طالبان در وضعیت کنونی چی میخواهند؟ اگر مشروعیت بین المللی میخواهند، پس چرا به هیچ یک از درخواست‌های بین‌المللی پاسخ مثبت نمی‌دهن؟ آیا پشتشان بند است به جایی که نیاز به این مشروعیت ندارن؟ یا اگر نیاز دارن پس می‌خواهند به چه شکلی این مشروعیت به دست بیارن در حالی که هیچ یک از تعهدهای بین‌المللی را عملی نمی‌کنن؟ طالبان در پی قدرت هستند و حفظ قدرت. بر از اونا به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی اصلاً در اولویت نیست. بدل از اینکه طالبا نمیخواهند در قدم اول قدرت سیاسی را تقسیم کنند، شناخته شدن از اونا توسط دیگر کشورها و نشدنش بر طالبا بسیار فرق نمی کند.
کشورهایی که طالبان امرایشان به طور مستقیم در تعامل هستند، فامیلایشان در کشورها زندگی میکنه، سرمایه هایشان در اونجا محفوظ است، طالبان رابطهشان نرمال با اونا داره. صحیح است که طالبان را به رسمیت نشناخته، اما رابطهشان کاملا نرمال است. سفر رفت و آمد بسیار آزاد دارند. مسئولیت فیزیکی، فامیلی، دیپلماتیک و اقتصادی دارند. فراموش نکنیم یک سری تعهدات ملی و بین المللی با هم به شدت گره خورده. موضوع فقر، موضوع مرض، موضوع بحران انسانی در افغانستان، مسائل یا وضعیت اقلیمی، مسائل نیست که تنها وابسته به افغانستان باشه. بنابراین طالبان را میفهمند که تعهدات بین المللی را به هیچ عنوان پوره کرده نمیتونند. پس فبه ها که هیچ نوع تعامل اینا در یک چوکات رسمی که بر طالبان مسئولیت بسپارند با دنیای بیرون نداشته باشند. اما از مزیت 10 میلیارد دلار در جریان 1.5 سال با خوبی استفاده میکنن، از اینکه سفرهای خارجی داشته باشن، پروتکل‌ها برشان داده شود، از این استفاده میکنن، از دفاتری که متاسفانه بعضی کشورهای که امرای طالبان سمپاتی دارن، نمایندگی‌های سیاسی افغانستان که به خدمتشان دادن، از اونایی استفاده میکنن. پس بنان ما میابیم که طالبان با یک دید فراتر بر افغانستان نیستن. اینا در فکر حفظ قدرت خود به شیوه خود هستند. بله، و شما به عنوان یکی از آدرس ها برای زنان افغانستان شناخته میشین. بین از منظر زنانه ببینیم، خانم آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، یکی از مقام های ارشد سازمان ملل است و ایشان در رأس یک هیئتی که بقیه اعضایش هم زنان از مقامات عالی رتبه سازمان ملل بودند به افغانستان رفتند. اما رهبران اصلی طالبان ملاقات نکردن با وصف این که ای عالی رتبه ترین هیئت سازمان ملل بود. مثلا در قندهار اینا رفتن، حتی استاندار طالبان با اینا ملاقات نکرد و گذاشت بر معاون استاندار. از معاونین نخست وزیر سلام حنفی، یکی از بی صلاحیت ترین معاونین نخست وزیر طالبان، با اینا ملاقات کرد. به نظرتون چه پیامی داره این برخورد با یک هیئت عالی رتبه که در رأس از یک زن قرار؟ خب در قدم اول امو نفس زن ستیزی طالبان نشان میتن. بچون فرق نمی کنه که یک زن متعلق به کدام کشور هست، کدام دین پیروش هست، در چه سطح از علمیت و صلاحیت قرار هست، کدام آدرس نمایندگی میکنه. بر طالبان فقط اونا به می توجه بیشتر داشتن که از کدام جنس هست. و من فکر میکنم مشکل از اینا با جنسی که خانم فاطمه محمدی داشته بوده تا موقفشان. اما در کنار از این فراموش هم نکنیم که دیدن امیر طالبان تا فعلا بر هیچ یک از مقامات افغانستان، مردم افغانستان و هیئت‌های بیرونی امکان پذیر نبودن. اتفاقا به اساس روایت های اسلامی خودش بزرگترین سوال هست، چی خلایی در ای امیر وجود داره که اینقدر غیر قابل دید هست؟ عمل کردش، فکرش، نظرش. یک دوم، ما فکر میکنم که سازمان ملل متحد هم تجربه کار با طالبان داره. اینا از اول هم میفهمیدن که خب یک سفر که ترتیب میشه و پروتکل در نظر گرفته میشه، آجندا گفته میشه و توافق صورت میگیره. در صورتی که این سفرها همچنان به نتیجه باشه، من نمیفهم که چرا علاقه مندی از اینا با دیدن به طالبا اینقدر زیاد است. در حقیقت این دیدنها و این سفرها نوعی از مشروعیت در میان طالبا و پرستیج طالبا به میان میاره که خودش سوال برانگیز است. البته بعضی صاحب میگن که یک فرصت گرفتن عکس های یادگاری را هم برای طالبا مساعد میسازم. اما فراتر از اون فکر میکنم هر آیتی که بر افغانستان میاد در ترکیبش باید زنان باشه. طالبا ببینن که اگر اینا دروازه ها را در افغانستان برای زنان افغانستان بستن، دروازه دنیا بروی زنا بسته نشده. اما در کنارش ای هم بسیار مهم است که نرمال سازی روابط با طالبا چه غیر رسمی هم باشه، باید در حد نباشه که توهین به افراد به اساس دین و یا جنسیتشان صورت بگیره. من فکر میکنم نتیجه سفر
متاسفانه نوع برخورد طالبان و سطحی که پروتکل ملاقات در نظر گرفته شده بود خیلی توهین‌آمیز بود. بله، و به عنوان آخرین پرسش، شما عضو ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر هستین و من میخوام بفهمم که آیا این ائتلاف یا شخص شما یا بقیه زنانی که در سطح شما قرار دارند در دفاع از زنان افغانستان، آیا ارتباطی با سازمان ملل و بقیه سازمان‌های مهم بین المللی دارین در این رابطه و چه فکر میکنین آینده برای زنان افغانستان از دید شما چگونه خواهد بود؟ آیا راهی وجود داره که تغییر در این وضعیت به وجود بیاید؟ اولا بگذارین که ائتلاف برتان تعریف کنم. ائتلاف حرکت خودجوش زنای افغانستان هست، زنایی که در داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان هستند. و بدون شک ما به طور دوامدار امرای سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، سازمان ملل متحد، دیگه مؤسسات و دیگه اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی ما به تماس هستیم. چی به اصطلاح با شناخت‌های شخصی و انفرادی خود و چی هم از یک آدرس کتله بزرگی به نام ائتلاف زنان افغان. ما چند خواست ویژه و مشخص داریم. اول همه به این فکر هستن که آلترناتیو دیگه در افغانستان وجود نداره. ما بزرگترین آلترناتیو مردم افغانستان میدانیم که باید صدای مردم افغانستان شنیده شود. این صدا به هر شیوهی که میتونه باشه شنیده شود باید مورد توجه قرار بگیره. در کنار از اینکه باور ما می است که به حاشیه راندن زنان از صحنه سیاسی و یا هم بحث چگونگی افغانستان نمیتونه مؤثر باشه، پس باید اجازه بدن که این بار زنان افغانستان پیشکسوتان سیاست امروز و فردای افغانستان باشند. در قدم سوم هم ما میخواهیم که همچنان دفترهای سیاسی که در جریان زمان حاکمیتی که مثلا اشرف غنی داشت یا کارزای داشت برای توریستی، چرا همچون فرصت ها برای گروه های زنان میسر نمیشه؟ تا نه تنها از آدرس زنان بلکه از آدرس جامعه افغانی پیام خود به بیرون برسانند. سپاسگزارم خانم شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در کشور نروژ، از اینکه با ایندیپندنت فارسی همراه شدید.